ای که با نامت جهان آغاز شد دفتر ما هم به نامت باز شد بسم الله الرحمن الرحیم عرض سلام ادب و احترام خدمت شما بزرگواران با هم همراه هستیم با درس دوم دین و زندگی پایه دوازدهم یگانه بی همتا امیرالمؤمنین از خداوند عالم یک چیزی رو طلب میکنه اما قبلش با خدا حرف میزنه امیر امایی میفهمد خدای من مرا این عزت بس که بنده تو باشم یعنی ما بخوایم بگیم بالاترین عزت برای امیر این چیه میگیم بنده خدا بودن بچه پس بالاترین عزت برای امیر بنده خدا بودنه و این افتخار بس که تو پروردگار منی یعنی بالاترین افتخار برای امیر اینه که پروردگاری چون خدا داره من بعدا با این پروردگار کار دارم همین سال سال کنکور سال گذشته بود ها کنکور 99 همین حدیثی که از امیر المومنین اومده رو سال کنکور کرده بودنش خدای من تو همان گونه هستی که من دوست دارم پس مرا همان گونه قرار بده که تو دوست داری پس درخواست امیر از خدا چیه؟ مرا همان گونه قرار بده که تو دوست داری اینم درخواست امیر المومنین از خداوند هستش سخن امیر مهمترین اعتقاد دینی توحید یعنی چی یکتاپرستی. سوالاتش بچه ها خیلی ساده است دیگه خیلی بچگانه است اسلام دین توحید قرآن کتاب توحید در اسلام بدون اعتقاد به توحید هیچ اعتقاد دیگه اعتبار نداره بچه ها توحید چیه؟ توحید سرلوحه دعوت همه پیامبرانه خدا در قرآن اخلاق و احکام و همه اعمال مؤمنان رو بر مدار چی گذاشته؟ بر مدار توحید گذاشته توحید مانند روحیه در پیکره معارف و احکام دین و به آن حیات و معنا میده چه چیز حیات و معنا میده به احکام توحید از این رو شایسته است درباره ابعاد این اصل اساسی بیشتر بیاندشیم بچه ها تا آخر درس دوم باید به این سوالات پاسخ بدیم و به پاسخشون برسیم اصلا حقیقت توحید چیه مراتبش چیه مرز بین توحید و شرک چیه آیا درخواست غیر خدا شرکه که انشاءالله مفصلا خدمتون عرض خواهیم کرد توحید و برخی مراتب آن توحید به چه معناست؟ توحید به معنای اعتقاد به خدا یگانه یعنی چه؟ ابرو کنید بچه ها یعنی چه جواب یعنی خدا بی همتاست شریک و همتایی ندارد و این بیانگر اصل و حقیقت توحید است حالا برسیم به قول هو الله احد خواهم گفت ما بچه که بودیم میگفتیم قل هو الله احد بگو خدا یکیست خدا یکیست بچه بچه‌ها این الان ببینید این یکی اما چند تا می‌خواید مثل این براتون بیارم هزار تا خدا یه دونه است یه دونه نه تنها یه دونه یه که یه دونه است به این میگن بی همتاست. یعنی اصلا مثلش نیست مانندش نیست الان شما نگاه بکنید بچه این الان یه موبایله این یک موبایل است درسته؟ اما چند تا مثل این موبایل براتون بیارم؟ انتا اما خدا یه دونست قل هو لا احد یعنی همه یه دونست که یه دونست به این میگن بی همتاست اینها بی همتاست این معنای توحیده رسول خدا از همان آغاز رسالت خود از مشرکان چه میخواست از مشرکان چه میخواست جواب با گفتن جمله چه جمله ای لا اله الا الله با گفتن لا اله الله اولا دست از شرک و بت بردارند دومند به خدای یگانه ایمان آورند قبول تمام حالا نکته بعدی بچه ها با گفتن این عبارت علت معلول بچه ها یه بار بهتون گفتم هر جا نتیجه دیدید قبلش علت بعدش معلول لا اله الله را که بگی علت سه تا چند تا نتیجه میده یک بچا با گفتن لا اله الله اولا تمام احکام و حقوق اسلامی فرد به رسمیت شناخته میشه و دفاع از حقوق و بر دیگر مسلمانان واجب میشه دارید منو خیلی حرفه ها و در زمره زمره یعنی گروه و در زمره برادران و خواهران دینی قرار میگیره فقط با گفتن لا اله الله خیلی حرفه ها یعنی تو هر چی بگی گفتی یک تمام احکام و حقوق اسلام فرد به رسمیت شناخته میشه دفاع از حقوق و بر دیگر مسلمان واجب میشه در زمره برادران و خواهران دینی قرار میگیره تا همینجا بنابراین لا اله الله بچه فقط یک شعار نیست که پس شعار هست باید شعار اسلام لا اله الا الله همه چیز تو لا اله الله خوابیده تو دینی دهمم هم, هم داشتید یک شعار نیست بلکه پایبندی به لا اله الا الله نتیجه شیه پایبندی با لا اله الا الله بچه باز علت معلوله پایبندی به آن یعنی پایبندی به لا اله الا الله نتیجه اینه که همه زندگی فردو در رابطه با خدا و خودش و خانواده و اجتماع دیگران تغییر میده چی پایبندی به لا اله الا الله این ویژگی رو داره توحید و یگانگی خدا مراتبی دارد که همونی که گفتم خدمتون مراتب توحید اصل درس دوه که بچه ها ما چند تا توحید داریم خب بریم با هم ببینیم مراتب توحید رو یک من اول بچه ها ساده میخونم ساده میخونم بعد میام اون مدل خودم رو خدمتون می میکنم توحید در خالقیت توحید در خالقیت عبارت از این است که معتقد باشیم خداوند تنها مبدع و خالق جهان است موجودات همه مخلوق او هستند و در کار آفرین شریک و همتایی ندارد الله خالق کل شی خدا آفریننده هر چیزی است دومی مرتبه توحید توحید در مالکیت هستش از آنجا که خدا تنها خالق جهان است پس تنها مالک آن نیز هست زیرا هر کسی که چیزی را پدید می آورد مالک آن است ولله ما فی السماوات و ما فی الارض آنچه در آسمان ها و زمین است از آن خداست اما توحید در ولایت توحید در ولایت هر کس مالک چیزی باشد حق تصرف و تغییر در آن چیز را دارد اما دیگران بدون اجازه وی نمی توانند در آن تصرف و یا از آن استفاده کنند به این حق تصرف ولایت و سرپرستی می گویند ما لهم من من ولی ولا یشتکو فی اهدا قبول الان تویده رو فهمیدید باور کن متوجه نشید حالا اینجوری که من میگم با هم بریم جلو کلید واجه رو بهتون میگم که تو تست هر موقع هر کدوم از اینها اومد بتونید راحت تستاش رو بزنید مراتب توحید یک توحید در خالقیت خالق جهان که خداست خالقه دیدی بچه ها توی در خالقیته چهار رنگ خودکار دستت بگیر چهار تا مرتبه توحید داریم هر کدومو با یه رنگ میخوام بگم بچه ها توحید در خالقیت توحید در خالقیت عبارت از این است که معتقد باشیم خدا تنها مبدع مبدع یعنی خالق مبدع و خالق جهان است موجودات همه مخلوق هستن در کار آفرینش یعنی خلق کردن شریک و همتایی ندارد آیه میفرماد الله خالق کل شی خالق دیدی میشه توی در خالقیت الله خالق کل شای خدا آفریننده ی هر چیزی است این قسمت اول توحید ها حالا میگه از آنجا که خدا تنها خالقه علت معلول چون خالقه حالا چی؟ چون خالقه پس مالک مالکه زیرا هر کسی که چیزی را پدید آورد مالکش هم هست پدید آورد یعنی خالق ببین پدید آورد مالکش هم هست و لله ل یعنی چی؟ مال خداست مال خداست یعنی مالکیت لله ماف سماوات و مافل الارض توحید در مالکیت هر آنچه در آسمان نازل است از آن خداست از آن خداست یعنی مال خداست مال خدا میشه مالکیت تمام سه هر کی مالک یه چیزی باشه اجازه حق تصرف و حق تغییر داره بچه ها حق تصرف و تغییر دیدید یعنی ولایت اما دیگران بدون اجازه وی نمیتوانند در آن تصرف کنند به این حق تصرف میگن ولایت و سرپرستی ما لهم من نونه من ولی دیدی ولایت ولی دیدی دی ولایت دی ولی دیدی ولایت سرپرستی دیدی ولایت فرمان روادی دیدی ولایت فرمان روای یعنی چی؟ حکمهی کلید واجهشه و در فرمان خیش هیچ کسی شریک نمیاره همین الان بچه ها فکر کنید این موبایل رو من خلق کرده باشم بگو من خالقش باشم اگر بخوام یک نمونه براتون بزنم اگر اینجا بتونم من کاغذی پیدا بکنم آره من میام یک نقاشی رو خلق میکنم براتون میام یه نقاشی خلق میکنم به چه شکل به این شکلی که من عرض میکنم الان به عنوان مثال من میام الان یه نقاشی میکشم یه نقاشی این نقاشی خالقش منم درسته؟ چون خالقشم مالکشم این نقاشی الان مالکیه مال منه امضا میکنم پایینش ناصری امضا من میندازم خالقش منم حالا چون خالقشم مالکشم مال منه چون مال منه اجازه دخل و تصرف توش دارم اجازه دارم برم یه نقاشی دیگه مثلا باز اضافه کنم کم کنم میام الان مثلا یه ذره دیگه اضافه و کم میکنم یه آدم دیگه هم کنارش میکشم ها چون اجازه دارم چرا اجازه داری اجازه دخل و تصرف داری چون مالکشی چرا مالکشی چون خالقشی حواستون باشه و الان بعدیش میشه ربوبیت این چون خالقش من بودم مالکش بودم چون مالکش بودم اجازه دخل و تصرف داشتم و چون اجازه دخل و تصرف داشتم و دارم صاحب اختیارشم منم میشه ربوبیت هر کاری بخوام با این میتونم بکنم آ آ اینجا مال استودیو هم بود اینو من پارم کردم آ آ چرا چون خلقش کردم چون خلقش کردم مالکشم چون مالکشم ولیشم چون ولیشم ساب اختیارشم همین الان مثال بعدی مثال گوشی موبایل رو بزنم الان این گوشی موبایل فکر کنید من خلقش کردم حالا من خریدم فکر کنم من خلقش کردم چون خلقش کردم مالکیه مال منه چون مال منه اجازه دخل و تصرف دارم اجازه دارم برم تو گالریش آیا اجازه دارم تو گالری گوشی شما هم برم نه چرا چون حق ولایت ندارم چرا حق ولایت نداری چون مال من نیست چیزی که مال منه اجازه دخل و تصرف توش دارم بعد چون اجازه دخل و تصرف دارم چون مالکشم ولیشم چون ولیشم صاحب اختیارش منم الان دلم بخواد میذارم حالت پرواز دلم بخواد خاموشش میکنم دلم بخواد روشنش میکنم رب بعدیشه که با هم دیگه میخونیم از آنجا که خدا تنها مالک جهان است بچا مالک جهان یادتونه همین الان خوندیم مالکیت رنگ چی بود سبز بود از آنجا که خدا مالک جهانه پس تنها ولی و سرپرست ولی و سرپرستی بچا ولایته و مخلوقات جز به اجازه او نمیتواند در جهان تصرف یعنی ولی چنین اجازه به معنای واگذاری ولایت خدا به دیگری نیست بلکه به این معناست که خداوند آن شخص در مسیر و مجرای ولایت خود قرار داده بچه ها یه نکته داریم ما اینجا به نام تولی و ارزی. اگر خدا امام رضا رو ولی قرار داده آیا ولایتش در طول خداست یا در عرض خدا من سری تولی ارزی رو به تو بگم بعدا تو کتاب هست درس پنجم مفصل توضیح میده اما سری من ارزی و تولی رو توضیح بدم با دو تا مثال بچه من یه باغبانم دانه رو ور میدارم تو دل خاک میکرم باغبان با کمک به علاوه خاک به علاوه آب به علاوه آفتاب همه با هم دست به دست هم میدن کمک هم میکنن در عرض همند تا این دانه رشد بکنه این پیوستگی رو میگن پیوستگی ارزی همه کمک همن اما یه مثال دیگه میزنم براتون مثال من اینه مامان من مریض میشه مامانم هم میبرم امام رضا میگم امام رضا میگن اینجا دارو شفاست مامان منم شفا میدی میارمش تهران میبرمش دکتر دکتر ماینه میکنه نسخه میده میدم دارو خونه میگیرم قرصا رو مامانم یک ماه سر ساعت میخوره بعد یک ماه خوب میشه مامان منو کی خوب کرد تو میتونی بگی دکتر با کمک قرصا و کمک امام رضا و کمک خدا دست به دست هم دادن مامان اینو خوبش کردن اصلا مسخره است این حرف اینجا پیوستگی ارزی نی اینجا زیر مجموعه است خدا امام رضا دکتر ببین اینجا در طول همند یه مثال دیگه میزنم طولی ارزی رو بهتر بفهمی دشمن حمله میکنه به کشور فرمانده کل قوا به فرمانده ارتش میگه حمله کنید فرمانده ارتش به فرمان نیرو زمینی میگه فرمانده نیرو زمینی به فرمانده پادگان میگه فرمانده پادگان به سربازا میگه سربازا میرن میجنگن پیروز میشن مصاحبه ها رو گوش بده ما سربازان اسلام در جنگ پیروز شدیم پادگان ما در جنگ پیروز شد نیروی همه هم دارن درست میگن نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران در جنگ پیروز شد ارتش پر افتخار جمهوری اسلامی ایران در جنگ پیروز شد ما در جنگ پیروز شدیم و تو فتح خرمشهر حضرت امام رحمت الله علیه فرمود خرمشهر را خدا آزاد کرد میبینی اینجا رابطه چیه طولیه کمک هم نیستن زیر مجموعه همان عامل اول به عامل دوم عامل دوم به عامل سوم که اثر عامل اول میرسه به عامل سوم دقت کردید اینجا پیوستگی طولیه الان ما میریم حرم امام رضا میگیم امام رضا ما رو شفا بده آیا امام رضا مثلا میاد میگه که خدایا امام رضا میاد به خدا میاد به امام رضا میگه که امام رضا تو هم کمک کن مامان اینو زودتر خوبش کنیم مسخره است یا مثلا نعوذ بالله خدا به امام رضا میگه که خب ببینید امام رضا ببین اینا چی میخوام من استراحتی کنم برمیگردم بقیه ها رو خودم میدم این جوریه نه زیر مجموعه است خدا امام رضا همه جور میاد پایین پس اگر ما ولایت ائمه اطهار رو میپذیریم ولایت ائمه اطهار در طول ولایت خداست یا در عرض ولایت خداست آفرین در طول ولایت خداست پس همین این نکته یادداشت بفرمایید بچه ها ولایت همین پایینش هم بنویس ولایت ائمه علیهم السلام علیهم السلام بچه ها تنبره نکنید این بذارید خدا حفظ کنه این قرائتی رو ایشون میفرمود تا زمانی ای که این نوشته پا برجاست نوشته من شاید پاک بشه ولی نوشته شما تو کاغذ اون حالا حالا هست تا زمانی ای که این نوشته پا فرشته و ملائک بر نویسندهش درود و صلوات میفرستند پس بنویسید ائمه که درود خدا بر آنها باد ولایت ائمه اطهار در طول ولایت خداست درسته؟ میشه در طول در عرض یا طول طول ولایت خداست یعنی مسیر و مجرای ولایت اینه بدین معنا که خدا آنها را در مجرا و مسیر ولایت خود قرار مجرا و مسیر یعنی طول مجرا و مسیر ولایت یعنی طول این هم از این بریم توید در اگر خداوند پیامبر و ولی انسان رو معرفی کرد به این معناست که ایشان واسطه ولایت خود و رساننده فرمانهاش هستند. یعنی در طول چهار توحید در ربوبیت توحید در بچه توحید در ربوبیت رب به معنای مالک و صاحب اختیار که تدبیر پرورش مخلوقات به دست اوز هر کس خالق و مالک و ولی چیزی باشد بچا خالق و مالک و ولی چیزی باشد می تواند آن را تدبیر حالا که خدا خالق و مالک و ولیه دقیقا بازم همونه بچه ها. حالا که خدا خالق و مالک و ولی جهانه تنها رب هستیه اوست که جهان را اداره می کند و به سوی مقصدی که برایش معین کرده این یه هدایتگری کم داره هدایتگری می کند بچه توحید در ربوبیت رب دیدی ربوبیت تدبیر اداره اراده هر دوتاش ربوبیت توحید در ربوبیت از آنجا این هم که گفتیم البته باید به اینا توجه داشت که توحید در ربوبیت دام معنا نیست که موجودات به خصوص انسان نقشی در پر بچه ها. پرورش ربوبیته تدبیر ربوبیته یادتون باشه یه چند تا باغبان بودن بچه پرو باغبانه اومد گفت آقا ما میکاریم ما درو میکنیم خدا رو سننه من نمیفهمم من همه کار ریالمه من کاشتم آیه قرآن نازل شد سوره واقع است افرعیتم ما تهرسون رسون انتم تزرعونه و ام نه نزارعون از کتابتون هست شد این آیه کنکورای قدیم رو ببینید این آیه هست ببینم تو میکاری یا من تو زراعت میکاری یا من میخوای دانرم مثل سنگ صفر قرار بدم هیچ کاری نتونی بکنی میخوای نه خدا درست میگه انتم انشعتم شجرتا ام نحن المنشعون به این درختی که میسوزه دقت کردی این چوبش کی ویژگی سوزانندگی رو به چوب داده که بسوزه میخوای چوبم مثل سنگ صفر قرار بدم دیگه نسوزه ببخشید پس ربوبیت همه از جمله باغبان معلوم من و تو نسبت به باغبان باغبان همه کار است من و تو هیچ کاره ایم اما کی به ذهن باغبان انداخت که کی آب بده کی این توان زور بازو رو به باغبان داد که زور بازو داشته باشه بتونه بیل بزنه آه. یعنی ربوبیت انسان ها در چیه ربوبیت خداست؟ دافرین در طول ربوبیت خداست هیچکی با خدا همکاری نداره هر جا صحبت خدا آمد رابطه طولی بچه ها چون همه زیر مجموعه خدا میگم اینو مینویسید باغبانی که زحمت میکشه پرورش ربوبیت این رشد نتیجه تدبیر اوست بلکه توی در ربوبیت بدین معناست که این باغبان تدبیرش همه با همه از آن خداست تحت تدبیر خداست کشاورز وقتی خودش با دیگران مقایسه میکنه یعنی من تو که کاری هیچ کاره بودیم همه کار است اما وقتی رابطش رو با خدا بررسی میکنه میبینه خودش میبینه میبینه که خودش نیروش توانش همه از خداست در کشت و زر او بر اساس استعدادیه که خدا در اون قرار داده رشد میکنه و محصول میده بنابراین در میابد که زاره حقیقی ربوبیت پرورش دهنده اصلی زراعت خداست و باید شکرگذار خدا باشد قل اغیر الله ابقا ربا و هو رب, رب کل شی و او پر بچه ها پروردگار دیدید ربوبیته ولی یادتون نره این نکته رو که ربوبیت انسان ها در طول ربوبیت خداست این یادتون نره یاد داشته فرمایید ربوبیت انسان ها در ربوبیت خداست در چیه در طول در چیه در طول ربوبیت خداست ربوبیت انسان ها در طول ربوبیت خداست اینه یارتون نره